مکاشفه فصل نهم. در این وقت پنجمین فرشته در شیپور خود دمید و من ستاره را دیدم که به زمین افتاد و کلید چای به انتها با آن ستاره داده شد و با آن کلید چای به انتها را باز کرد و از چای دود مانند دود یک کوره بزرگ برخاست و نور آفتاب و هوا از دود چای تیره و تار گشت. آنگاه از آن دود ملخ‌های بیرون آمده و زمین را پر ساختند و به آنان قدرت مثل قدرت گژدم داده شد و به آنها گفته شد که به علف زمین و گیاهان و درختان کاری نداشته باشند، بلکه فقط به آدمیانی که مهر خدا را بر خود ندارند ضرر برسانند. به آنها اجازه داده شد این آدمیان را به مدت 5 ماه معذب سازند و مانند کسانی که از نیش گژدم رنج میبرند آنها را عذاب دهند، ولی اجازه کشتن آنها را نداشتند. در آن ایام این مردمان آرزوی مرگ خواهند کرد، اما به آرزوی خود نخواهند رسید. خواهان مردن خواهند بود، ولی مرگ به سراغ آنها نخواهد آمد. این ملخ‌ها مثل اسبان آماده جنگ بودند. بر روی سر آنها چیزهای شبیه به تاج‌های طلایی قرار داشت. صورت آنها مانند صورت انسان بود، موهایشان مانند موهای زنان، دندان‌های مثل دندان‌های شیر داشتند و سینه‌های آنها را سینه‌بندهای مانند زره‌های آهنین می‌پوشانید و صدای بالهایشان مانند صدای اسبان و عرابه‌هایی بود که به میدان جنگ هجوم می‌آورند. آنها مانند گژدم صاحب دم‌های نیشداری هستند و قدرت دارند با دم خود نوع بشر را به مدت 5 ماه معذب سازند. پادشاه آنها فرشته چاه بی انتهاست که نامش به عبرانی ابدون و در یونانی آپولیون، یعنی نابود کننده می باشد. بلای اول به پایان رسید، اما دو بلای دیگر هنوز هست که باید بیاید. آنگاه ششمین فرشته در شیپور خود دمید و من از 4 گوشه قربانگاه طلایی که در حضور خدا قرار دارد صدای شنیدم که به فرشته ششم که شیپور را به دست داشت می گفت: 4 فرشته ای را که بر دریای بزرگ فرات بستهن آزاد ساز. پس آن 4 فرشته آزاد شدن تا ثلث آدمیان را بکشن. آنان برای همین سال، ماه، روز و ساعت آماده شده بودن. من شنیدم که تعداد سواران آنها 200 میلیون نفر بود. در رویایی که من دیدم اسبان و سواران آنها چنین بودند. سواران سینه بندهای برنگهای سرخ آتشین و آبی و زرد گوگردی بر تن داشتند. اسبان سرهای مانند سر شیر داشتند و از دهانشان آتش و دود و سنگ گوگرد بیرون می آمد. این 3 بلا، یعنی آتش و دود و سنگ گوگرد که از دهانشان بیرون می آمد، ثلث آدمیان را کشت. قدرت اسبان در دهان و دمهای آنها بود، زیرا دمهایشان به مارهای شباهت داشت که با سر خود می گزیدند و به مردم آزار می رسانیدند. بقیه آدمیان که از این بلاها نجات یافتند، از بت‌هایی که خود ساخته بودند دست نکشیدند و از پرستش شیاطین و بت‌هایی که از طلا و نقره و برنج و سنگ و چوب ساخته شده بودند و قادر به دیدن و شنیدن و راه رفتن نیستند، باز نه استادند و از آدم کشی و جادوگری و زنا و یا دزدی توبه نکردند.